حتما شما هم زیاد شنیدین که میگن آدم باید مواظب به حرف زدن و گفتارش باشه. مثل‌ها و اصطلاحات و نقل قول‌های زیادی هم در این مورد به کار میره. اما راستی علت چیه؟ فکر میکنید این که آدم حرفی رو نابجا بگه چقدر میتونه به ضررش باشه؟ در روزگاران قدیم دزدی بود که از روی فقر و نداری به دزدی روی آورده بود، اما هنوز اخلاق جوانمردیش رو از دست نداده بود. یک شب برای دزدی به یک کارگاه حریربافی رفته بود که دید چراغ کارگاه روشنه و مرد حریرباف هنوز مشغول کاره. با خودش فکر کرد من واقعاً بدشانسم و خلاصه تصمیم گرفت که برگرده. اما متوجه شد حریرباف ضمن کار با خودش داره حرف میزنه. به دقت گوش کرد و اینو شنید: ای زبان سرخ، خواهش میکنم دست از سر من بردار و فردا سر من رو به باد نده. با شنیدن این جمله دزد کنجکاو شد و تا صبح مرد حریرباف رو زیر نظر گرفت. اون هر چند وقت یک بار از زبانش درخواست میکرد که روز بعد سرش رو به باد نده. دزد در حین تماشای حریربافی غرق زیبایی پارچه حریر شده بود و با خودش فکر کرد حتما از فروشش پول خوبی به دست میاره. اما حالا دیگه بیش از خود حریر، داستان مرد حریرباف براش جالب شده بود. اول صبح حریرباف کارش رو تموم کرد و توی کارگاه دراز کشید تا چرتی بزنه. دزد از این فرصت استفاده کرد و قبل از اون از کارگاه بیرون رفت. وقتی حریرباف بیدار شد و آماده رفتن شد، دزد سر راهش سبز شد و بعد از سلام و احوالپرسی سوال کرد: کجا میری؟ حریرباف گفت: میرم به دربار حاکم، این حریر زیبا رو برای اون بافتم. دزد گفت: پس حتما پول خوبی ازش میگیری. حریرباف جواب داد: شاید، خدا میدونه، شاید هم حاکم دستور بده سر از تنم جدا کنه. دزد میخواست بپرسه چرا چه این فکری میکنه، اما پیشنهاد کرد که همراه حریرباف به قصر بره. اون هم که نگران دلواپس بود استقبال کرد که تنهایی به قصر نره. پس هر دو به راه افتادند تا به قصر حاکم رسیدند. حریرباف حریر رو به حاکم تقدیم کرد. حاکم با دیدن حریری به اون زیبایی خوشحال شد و هر کس درباره نقش و نگار اون چیزی گفت. حاکم گفت: تو واقعا هنرمندی، حالا بگو به نظرت این پارچه ارزشمند به چه دردی میخوره و از اون چه استفادهی بکنیم بهتره؟ استاد حریرباف کمی مکس کرد و گفت: حیفه که از این پارچه لباس تهیه بشه. بهتر دستور بدین اون رو به خزانه ببرن و نگهداری کنن. بعد هم وصیت کنین که بعد از مرگتون اون رو روی تابوت بندازن تا چشم همه رو خیره کنن. حاکم به شدت ناراحت و عصبانی شد و فریاد زد: خجالت نمی کشی؟ جلوی من وایسادی و از مرگ من حرف میزنی؟ اون حریر رو توی آتیش بسوزونید و این مردک حریرباف رو هم بکشید و زبونش رو از حلقومش بیرون بیارید. اوضاع قصر حسابی به هم ریخته بود. در همین لحظه دزد با صدای بلند گفت: جناب حاکم، امر شماست، اما اجازه بدین که قبلش من ماجرایی رو تعریف کنم و بعد فرمان بدین. حاکم با بیمیلی اجازه داد که دزد حرف بزنه. دزد جلو رفت و گفت: از قدیم گفتن راستگو باش تا رستگار شوی. من دزد هستم و دیشب هم برای دزدی به کارگاه حریربافی این مرد رفتم. اون تا صبح سخت کار کرد و این حریر رو آماده کرد و مدام از زبان سرخش التماس میکرد که باعث مرگش نشه. من تا صبح وایسادم و کارش رو نگاه کردم. اون قصد بدی نداشت، اما مثل اینکه زبان سرخش به التماسهاش توجهی نداشته و باعث شده سر سبزش برباد بره. حاکم کمی فکر کرد، پارچه رو برداشت و به دزد داد تا دیگه دزدی نکنه و گفت: این پاداش جوانمردی توه. استاد حریرباف رو هم بخشید و پول خوبی هم به اون داد. از اون به بعد این اصطلاح به عنوان ضرب المثل رایج شد. در مواقعی که کسی مواظب به حرف زدنش نیست و حرفهاش باعث درد سر میشه میگن زبان سرخ سر سبز میدهد در باد.